در کشاکشی که امروز در جهان تفرقه افکنده است و پای این همه منافع را به میان آورده است احتمالا کسانی برنده خواهند شد که درباره انقلاب فهمی کسب کنند و عکس آنان که ایمانشان در گروه قدرت سیاسی و سیاست بازی به معنای قدیمی باشد و هنوز به جنگ به عنوان واپسین چاره در سیاست خارجی اعتقاد بورزند به زن قوی در آینده ای نه چندان دور پی خواهند برد که در حرفه بیفایده و متروک استاد شدند. سلام شما به 63 ومین اپیزود از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید پادکستی که من در اون کتاب ها رو دستاویز قرار میدم تا درباره مسائلی که به نظرم مهمیان و در اون کتاب به اونها پرداخته شده بحث کنم این اپیزود قسمت دوم از مجموع اپیزودهایی که به کتاب انقلاب نوشته هانا آرنت اختصاص پیدا کرده. در قسمت قبل من دلایل خودم رو برای پرداختن به کتاب انقلاب شهر دادم و سوالاتی رو مطرح کردم که باید برای اونها جوابی پیدا میکردم. برای اینکه بفهمم چرا آرنت کتاب انقلاب رو نوشته سراغ نوشته های قبلی آرنت رفتم تا بفهمم چه هدفی پشت این پژوهشش بوده. سعی کردم با مراجعه به آثاری که قبل از کتاب انقلاب نوشته و همچنین مصاحبه هایی که از آرند موجوده به دلایل نوشتن این کتاب کمی نزدیک بشم. اگه هنوز اپیزود قبل رو نشنیدید یا اپیزودهای مربوط به توتالیتاریسم و وضع بشر رو گوش ندادید، ابتدا اونها رو بشنوید تا با یک پیشزمینه نسبتا خوبی به کتاب انقلاب بپردازیم. زمانی که آرند در اون زندگی می کرد یعنی قرن بیستم رو شاید بشه با دو نوع رویداد توصیف کرد که اولی جنگ بود و دومی دو انقلاب در قرن بیستم بشر شاهد دو جنگ جهانی بود که در مجموع حدود 90 میلیون نفر کشته داشت بعد از این دو جنگ جنگ سرد بین آمریکا و شوروی شروع شد که اگرچه به رویارویی مستقیم قدرت‌های بزرگ منجر نشد اما در کشورهایی مثل کره، ویتنام و افغانستان به جنگ های نیابتی منتهی شد و درون کشورها بین طرفداران دو اردوگاه شرق و غرب جنگ های داخلی و کودتاها رخ دادند اما در کنار اینها انقلاب ها هم بودند مثل انقلاب اکتبر روسیه انقلاب مکزیک انقلاب آلمان انقلاب چین انقلاب کوبا و بسیاری انقلاب های دیگه آرند به همین مناسبت در اولین جمله کتاب و در مقدمه می نویسه سیمای قرن بیستم را چنان که گویی رویدادها تنها در این کار بودند که شتاب زده پیشگویی قدیمی لنین را تحقق ببخشند تا کنون جنگ ها و انقلاب ها تنگ کردند اما وجه اشتراک جنگ ها و انقلاب ها چیه و چرا باید درباره انقلاب فهمی کسب کرد و در مقابل چرا تجربه اندوزی در جنگ بیفاید است اگه خیلی گذرا به انقلاب ها نگاه کنیم یا اگه به تابلو آزادی هدایتگر مردم اثر اوژن نگاه کنیم که مربوط به انقلاب 1830 فرانسه است خیلی سریع متوجه دو المان میشیم یکی آزادی که در این تابلو در قامت زن نیمه برهنه تصویر شده و دیگری خوشونت که در قالب سلاح های در دست مردم و کشته شدگان به تصویر کشیده شده اگه انقلاب های معدودی که با خشونت همراه نبودن مثل انقلاب چکسلواکی رو نادیده بگیریم و چه اشتراک جنگ و انقلاب خوشونته آرن تا اونجا پیش میره که جنگ رو یا مقدمه انقلاب میبینه یا نتیجه انقلاب. اما انقلاب برخلاف جنگ میتونه به ایجاد فضای سیاسی منتهی بشه. یعنی درسته که هر دو با خشونت همراهن. اما خشونت انقلاب این پتانسیل رو داره که به ایجاد فضای سیاسی منتهی بشه. احتمالا شما هم مثل من از مقایسه بین جنگ و انقلاب تعجب کردید. آرند مقدمه کتاب رو به مقایسه جنگ و انقلاب اختصاص داده و اونقدر به جنگ پرداخته که خواننده ناخودآگاه با خودش میگه پس نقش انقلاب این وسط کجاست؟ آرند هم که کاملا آگاهه که چه میکنه بلافاصله بعد از مقدمه و در جمله اول فصل اول جواب میده ما در اینجا با مسئله جنگ سر و کار نداریم. اما قبل از اینکه سراغ فصل اول بریم باید نگاهی دقیق تر به مقایسه جنگ و انقلاب بندازیم. همونطور که گفتم آرند این کتاب رو در سال 1963 نوشته یعنی سالهای اوج جنگ سرد و رقابت فضایی آمریکا و شوروی که ایدولوژی در اون سالها خیلی به زندگی ها گره خورده بود. اما آرند با نگاهی که به معنای زندگی داره متوجه شده بود که این ایدولوژی ها توانایی معنادهی به زندگی رو ندارن برای همین در جمله دوم مقدمه میگه این ایدولوژی ها ربطی به واقعیت جهان امروز ندارن آرن جنگ و انقلاب رو دو مسئله اساسی دنیای ما میدونه که در اون دوران واقعا چنین بود و هنوز هم هست جنگ بشریت رو در معرض نابودی قرار میده ولی انقلاب بشریت رو رها و از جور و ستم آزاد میکنه اگرچه به نظر میرسه آزادی جزی از هدف و مقصود انقلابه یا به عبارت دیگه هدف از انقلاب آزادیه اما انقلابیون ترجیح میدن که به این موضوع اعتراف نکنند و آزادی به جای اینکه در انقلاب ریشه داشته باشه در جنگ تبلور یافته اصطلاح های جنگ های آزادی بخش و نازی زودایی هنوز هم به گوش میخورن اما نکته اینجاست که جنگ با اینکه کهنترین اتفاق در تاریخ بشر بوده اما خیلی به ندرت پیش می که هدف از جنگ با مفهوم آزادی پیوند داشته باشه البته ما جنگ موجه و جنگ مقدس داشتیم مثلا دفاع در برابر تجاوز یکی از انواع جنگ های موجه بوده اما ربطی به آزادی نداشته تعریفی که آرند از پیشینیان درباره جنگ به حق و موجه میاره اینه جنگی که ضروری است به حق و موجه است و جایی که تنها به اسلحه امید باشد آن سلاها مقدسند. تحت این تعریف جنگ های زیادی به بهانه ضروری بودن انجام شدند که با میار امروزی ناموجهند. بعد از جنگ جهانی اول که تکنولوژی نشون داد چه نیروی عظیمی در تخریب داره شکل موجه جنگ به دفاع یا پیشگیری از تجاوز اطلاق شد. پس میبینیم که در توجیه جنگ نشانی از آزادی نیست اما آزادی به هر حال وارد جنگ شده. آرند میگه در جهانی که هر آن ممکنه یک فاجعه اتمی فاتحه بشریت رو برای همیشه بخونه شعار یا مرگ یا آزادی یا ریاکاری یا کاری مسک چون فرق هست بین فدا کردن جان خود برای میهن یا نسلهای آینده و نابود کردن نوع بشر. آرند در اینجا احتمالا تنهی میزنه به چگوارا که در پایان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1964 گفته بود یا مرگ یا آزادی ویدئویی که در چند وقت اخیر هم به صورت تقطی شده بسیار پخش شد گفتم احتمالا چون چاپ اول کتاب در سال 1963 بوده یعنی یک سال قبل از سخنرانی چگوارا اما در سال 1965 آرنت ویرایش دوم کتاب رو منتشر کرد که احتمالا این جملات رو در این چاپ اضافه کرده ممکنه به این ایراد آرنت ایراد بگیریم که پس آرنت میگه باید بندگی رو پذیرفت و دم بر نیاورد که اینطور نیست و آرنت در پاسخ میگه وقتی حقیقتی غلط از آب در میاد معکوس کردنش حقیقت بیشتری به دست نمیده در نتیجه هر دو شق به این گزاره غلطه ولی کسی که اون رو به کار میبره به این چیزها فکر نمیکنه چون قدری احتیاط در نظر گرفته کسی که میگه یا مرگ یا آزادی پیش بینی کرده که تلفات اون قطران هم زیاد نیست که نوع بشر رو نابود کنه و کسی که معکوس اون رو میپذیره معتقدی که بالاخره بندگی هم چندان بد نیست و طبیعت آدمی که عوض نمیشه و آزادی هم برای همیشه از بین نخواهد رفت ریاکاری و عدم صداقت کسانی که این نوع جملات رو به زبان میارن از همینجاست اما چرا آرنت معتقده که عصر جنگ گذشته یا خواهد گذشت؟ آرنت به چهار واقعیت برای ادعای خودش اشاره میکنه. اول اینکه ارتش ها به جای محافظت از غیر نظامیان در نقش انتقام گیرنده که خیلی دیر هم به صحنه میرسن ظاهر میشن. یعنی ابتدا ارتش مهاجم دست به تجاوز و قتل و غارت زده و تازه بعد از تجاوز بودی که ارتش مدافع وارد معرکه میشه. چیزی که در جنگ خودمون و اخیرا در جنگ اوکراین هم شاهدش بودیم در نتیجه ارتش ها دیگه توان محافظت از جان غیر نظامیان رو ندارن که این خود باعث میشه روز به روز از اهمیت نیروهای نظامی کاسته بشه دوم که هیچ حکومتی بعد از شکست در جنگ پا بر جا نمیمونه و دگرگونی انقلابی چه از بیرون و چه از درون از پیامدهای شکست در جنگ. مثال بارز این اتفاق انقلاب کمونیستی در روسیه بعد از شکست روسیه در جنگ جهانی اول و فروپاشی نازیست بعد از شکست در جنگ جهانی دومه. حتی میشه فروپاشی شوروی رو هم در همین راستا دید یعنی شکست شوروی در جنگ فضایی با آمریکا. البته مثال نقص هم داره مثلا صدام در جنگ خلیج شکست خورد اما تا سالها در قدرت باقی موند و هیچ انقلابی هم رخ نداد سومی که پیشرفت های فنی در جهت ساخت تسلیحات جنگی به جایی رسیده که عملا استفاده از این سلاح ها رو غیر ممکن کرده و این سلاح ها بیشتر از اینکه برای تهاجم ساخته شده باشن بازدارنده هستن و به جای اینکه علیه دشمن به کار برن آزمایش میشن تا میزان تخریب خودشون رو به دشمن نشون بدن. و چهارم این که بین جنگ و انقلاب وابستگی متقابلی وجود داره که روز به روز به اهمیت انقلاب افسوده و از اهمیت جنگ کاسته میشه به عنوان مثال انقلاب آمریکا همراه و به دنبال نبرد استقلال شکل گرفت یا انقلاب فرانسه به جنگ های ناپلئونی منجر شد یا در مورد خودمون انقلاب ایران 8 سال جنگ با عراق رو به دنبال داشت. اما آرن پا فراتر گذاشته و میگه به نظر میرسه که جنگ های بعد از انقلاب حتی جنگ های جهانی رو باید نوعی جنگ داخلی و از آثار انقلاب تلقی کرد. به زم آرن قایت جنگ انقلاب است و تنها ایمانی که میتواند امکانا آن را توجیه کند ایمان انقلابی با آزادی است. پس در نتیجه آرند میگه اگر به کلی نابود نشدیم این احتمال وجود داره که انقلاب نقش بسیار پررنگتری در آینده بشر بازی کنه. آرند بینویسه یکی از عللی که جنگ ها آسان تبدیل به انقلاب میشوند و در انقلاب ها گرایشی برای افروختن آتش جنگ وجود دارد همین قدر مشترک اونها یعنی خوشونت است. خوشونت وقتی وجود داره که گفتار و گفتگو وجود ندارن در واقع خشونت عاجز از گفتاره خشونت امری سیاسی نیست چون اندیشه سیاسی تنها در مورد چیزهایی میتونه صحبت کنه که در قالب گفتار و بیان ارزشیده شده باشد بحث درباره خشونت تنها میتونه در راستای توجیه کردن خشونت انجام بشه و این حد سیاسی خشونته اما وقتی بحث به اثبات حقانیت خشونت و تجلیل از خشونت میرسه دیگه نظری سیاسی نیست و به زمان آرن به نظریه ضد سیاسی تبدیل میشه چون داریم در مورد حقیقت چیزی دلایل سیاسی میاریم که سیاسی نیست چون در جنگ و انقلاب غلبه با خشونت هیچ کدوم نمیتونن به معنای دقیق جایی در قلمرو روی سیاست داشته باشن به همین دلیل مردم قرن 17 همی به این فرض قائل شدند که در آغاز وضعی ما قبل سیاسی یا وضع طبیعی وجود داشته که با خشونت پیوند میخورده یعنی جایی که خشونت حاکمه خبری از سیاست نیست یا خبری از تمدن نیست ارتباط بین آغاز و خشونت بر ما روشنه تاریخ انسان بر مبنای کتب مقدس و اساتیر با برادرکشی شروع شده یعنی در ابتدا جنایت بود در واقع از استعاره وضع طبیعی استفاده شد تا خشونت جنگها رو توجیه کنند و نشون بدن که آغاز بشر با تبهکاری و خشونت همراه بوده و اگه بخوایم این تبهکاری و خشونت وجود نداشته باشه باید با قرارداد اجتماعی به مدنیت و سیاست پا گذاشت اما این استعاره با انقلاب ارتباط بیشتری داره تا جنگ چرا که این انقلابه که ما رو با آغاز رو در رو میکنه یعنی بعد از انقلابه که خشونت انقلابی سپری شده و زمان ساخت یک چیز تازه است ما تا اینجا چی فهمیدیم مسئله ما مسئله درک انقلابه گفتیم که در نگاه اول دو چیز در انقلاب مشهوده اول خشونت و دوم آزادی ما فعلا از آزادی چیزی نگفتیم که در ادامه به این بحث میرسیم فعلا تمرکز ما روی خشونته از بحث خشونت رسیدیم به آغاز برای شروع هر کاری خشونت لازمه کاری که روی درخت انجام میشه تا تبدیل به میز بشه نوعی خشونت ورزیه. انسان برای ساختن چیزی نو و جدید چیزهایی رو نابود میکنه یا تغییر شکل میده. پس آغاز لاجرم با خشونت همراهه و خشونت امری پیشا سیاسیه. به این معنی که جایی که خشونت هست سیاست نیست. جنگ به عنوان جلوه از خشونت ورزی وقتی رخ میده که دیگه جایی برای گفتگو یا امر سیاسی وجود نداره. جایی که به قولی دیپلماسی شکست میخوره. با اینکه جنگ ها میتونن شروع کننده اصری نو باشن چنانکه جنگ های ایران و روز چنین نقشی رو ما بازی کردن اما شروع تازه بیشتر به انقلاب و خوشونتی که با انقلاب همراه تناسب داره پس تا اینجا دو مشخصه از انقلاب رو فهمیدیم یکی اینکه انقلاب با خشونت همراه و دوم اینکه به معنای آغاز عصر جدیده انقلاب های عصر مدرن نه به معنای دگرگونی امور هستند نه به معنای کشمکش و شورش و نه معادل تبدیل شکلی از حکومت به شکل دیگه و نه به معنای دور یا چرخه معینی که امور بشری رو در بر گرفتند مردم روزگار باستان با این دگرگونی ها و خشونت همراه با اونها آشنا بودند اما این دگرگونی ها رو به معنای آغاز عصری جدید نمی گرفتند و در نظرشون چیز تازه‌ای به وجود نمی آورد به اعتقاد یونانی ها تنها چیز تازه در این دنیا همون انسان بود که در جهانی پا میگذاشت که ماهیتا هرگز تغییر نمیکرد. پس در نتیجه انقلاب به معنای آغازینو نزد مردمان قبل از عصر مدرن شناخته شده نبود. پس آیا اصلا نمیشه چیزی شبیه به انقلاب رو قبل از قرن هجدهم و قبل از انقلاب های آمریکا و فرانسه در جهان پیدا کرد؟ پاسخ آرند منفیه. اما آرنت ادامه میده که در انقلاب های عصر مدرن جنبه ای وجود داره که شاید بشه برای اون تاریخی پیدا کرد. و این جنبه مسئله اجتماعی و انگیزه اقتصادی انقلابه که به سرنگونی حکومت به دست توانگران و ایجاد اولیگارشی یا سرنگونی حکومت به دست تنگدستان و ایجاد دموکراسی منتهی میشد حتی در پیش از عصر مدرن میدونستند که جباران با حمایت مردم ساده و فقیر به قدرت میرسند و خواست مردم برای برابریه که به اونها مجال حفظ قدرت میده در ضمن اینکه ثروت و قدرت رابطه متقابل با هم دارند و اینکه بین شکل حکومت و توزیع ثروت رابطه متقابل وجود داره کشف جدیدی نبود اینکه قدرت سیاسی ممکن از قدرت اقتصادی ناشی بشه یا منافع عامل کشمکش های سیاسی نه اختراع مارکس بود و نه کسی دیگه به زمارند اگه بخوایم گناه برداشت ماتریالیستی از تاریخ رو بر گردن یک نویسنده بیاندازیم اون نویسنده عرستوه که مدعی شد در امور سیاسی آنچه حاکم مطلقه و باید هم باشه منافع. درسته که تلاش برای به دست آوردن منافع عامل سرنگونی ها و دیگرگونی ها و البته همراه با خشونت و خونریزی بود. اما فرقی اساسی با انقلاب های عصر مدرن داشت. مردمان پیش از عصر مدرن معتقد بودند که ثروتمندان و فقرا از اساس با هم متفاوتند و این تفاوت ذاتی و طبیعی بشره اما در عصر مدرن مردم برای اولین بار به این باور رسیدند که فقر ذاتی وضع بشر نیست و در این باور شک کردند که همواره باید عده قلیل به هر دلیلی در ثروت قوطه بخورند و ارباب باشند و اکثریت با فقر دست و پنجه نرم کنند و برده باشند آرند میگه این باور که فقر ذاتی بشر نیست ریشه در رفاه و برابری مهاجرنشینان آمریکایی داشت یعنی وقتی مشاهده شد که مردم آمریکا در شرایطی زندگی میکنن که نه اشرافی در کار هست و نه فقر و فلاکتی به این نتیجه رسیدن که این تفاوت ها با اینکه بسیار ریشه دارن اما میتونن وجود نداشته باشند. البته متوجه یک تفاوت دیگه هم شده بودن و اون اینکه در قیاب طبقه اشراف فقری هم در کار نیست. آرند میگه درباره تاثیر انقلاب آمریکا بر انقلاب فرانسه یا بلعکس بسیار نوشتند اما اونچه که سبب ساز انقلاب در فرانسه شد نه انقلاب آمریکا بود و نه نظریات سیاسی عمیق و آلمانه بنیادگذاران آمریکایی که از مونتسکیو و روم باستان الهام گرفته شده بود بلکه وضع زندگی مهاجرنشینان قبل از انقلاب آمریکا بود این وضع زندگی مهاجرنشینان در واقع همون زندگی عملورزانه بود یعنی آرن معتقده که اگه بخوایم نقش یک عامل رو در انقلاب پررنگ کنیم نباید سراغ آثار نویسنده و فیلسوفا بریم بلکه باید به شرایط زندگی انسان ها نگاه کنیم وضع زندگی مهاجرنشینان چهره جهان رو تغییر داده و آمریکا تبدیل به جامعه بدون فقر شده بود این انگاره که بین توانگران و فقرا تفاوتی وجود داره و این تفاوت طبیعیه با مشاهده وضع زندگی مهاجرنشینان آمریکایی از اعتبار افتاد و برابری خواهی سبب ساز انقلاب فرانسه شد. برابری در آمریکا به صورت طبیعی رشد کرده بود در واقع چیزی که در اروپا با انقلاب و فقط از راه خشونت به دست اومد در آمریکا به صورت طبیعی وجود داشت یکی از تفاوت‌های اصلی انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه در همین نکته نهفته است آمریکا تبدیل به پناهگاه و وعدگاه فقرا شده بود که میتونستند در دنیای نو به دور از فقر مطلق زندگی کنند اینکه آرند به جای تکیه بر فلسفه سیاسی و آثار متفکران و حتی وقایع مهمی مثل انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا روی واقعیت های تاریخی و اجتماعی دست میگذاره بسیار قابل توجهه. کاری که در توتالیتاریسم و وضع بشر هم انجام داده بود چرا که آرند معتقد بود پشت هر فکری واقعی نهفته که زمین ساز اون فکر شده آرند برای این دریافت خود از زبان جان آدامز شاهد میاره که بیش از ده سال قبل از انقلاب آمریکا نوشته بود من همواره بر این نظرم که سکناگزیدن مهاجران در آمریکا آغاز طرح بزرگ پروردگار بوده است برای روشن شدن از اذهان بخش نادان و رهایی قسمت بردگونه نوع بشر در سراسر سر زمین. بقد آرند زمینه نظری این بس که کار و زحمت سرچشمه همه ثروتهاست و فقرا به خاطر نداشتن ثروت نیست که به کار و زحمت محکومند احتمالا ریشه در مشاهده وضع پر رونق نشین ها داشت که توسط جان لاک و آدام اسمیت صورت شده بودند. آرن در ادامه کتاب نشون میده که انقلاب آمریکا بر انقلاب های اروپا تأثیر چندانی نداشته حتی تفکیک قوای مونتسکیو که در چشم بنیادگذاران آمریکایی بزرگترین نوآوری حکومت جمهوری به شمار میرفت نزد انقلابیون اروپایی قدر و منزلت چندانی نداشت. انقلاب های اروپا به راه رفع مسئله اجتماعی یا همون مشکل فقر توده ها افتادند. اما یک ادعای دیگه هم هست و که ادعا میشه انقلاب های عصر مدرن ریشه در دین مسیحیت داشتند. مبنای این ادعا هم طبیعت تخیانگر مسیحیان اولیه عنوان شده که به برابری بین انسانها در پیشگاه خداوند معتقد بودند و با حکومتهای زمانه خودشون سر سازش نداشتن یعنی همون مشخصهایی که از راه اصلاح دین یعنی پروتستانتیسم به عصر انقلابات راه پیدا کرد اما آرنت میگه که در انقلاب های مدرن جدایی دین از سیاست و عرفی کردن عوامل بسیار مهمی هستند پس در نتیجه ریشه انقلاب رو نه در مسیحیت بلکه باید در ایجاد قلمرو عرف دونست یعنی به جای اینکه در نهضت اصلاح دین به دنبال ریشه های انقلاب بگردیم باید در ظهور حکومت های مطلقه ای که یک امر عرفیه به دنبال ریش های انقلاب گشت. هدف لوتر نه ایجاد یک نهاد عرفی جدید بلکه احیای دین بود و نهضت اصلاح دین تلاش داشت تا مسیحیت را از قید و بند نظام های دنیوی یا همون کلیسا آزاد کنه. تلاش های لوتر به از بین رفتن مرجعیت کلیسا در عصر مدرن کمک کرد اما هدف لوتر ایجاد یک نهاد عرفی و دنیوی نبود. اگه مذهب جدیدی تأسیس نشده بود تلاش های لوتر هم مثل اصلافش ناکام میموند. شاهد این مدعا اینه که تا قبل از عصر مدرن هیچ انقلابی به نام مسیحیت صورت نگرفته بود و به زم آرند روح تقیانگری که در برخی جنبش های صرفا مذهبی آشکار بوده همیشه به نوعی بیداری بزرگ یا اعتقاد به احیای دین انجامیده است. که صرف نظر از اینکه چقدر توانسته کسانی را که زیر تاثیر آن قرار گرفتن احیا کند از لحاظ سیاسی نابارور و از نظر تاریخی بیفایده بوده است. آرن در ادامه می مفهوم انقلاب از این تصور جدا شدنی نیست که سیر تاریخ ناگهان از نو آغاز می گردد و داستانی سراسر نو که هیچگاه قبلا گفته یا دانسته نشده است به زودی شروع خواهد شد. این مفهوم تا قبل از انقلابهای فرانسه و آمریکا شناخته شده نبود یونانیان در جهان باستان با اینکه اعتقاد داشتند جهان فانی مرتبا در حال تغییر و دگرگونیه اما اعتقاد نداشتند که از دل این دگرگونی ها چیز جدیدی ساخته خواهد شد حتی افرادی که درگیر در انقلاب بودند همچین تصوری از انقلاب نداشتند و با گذر وقایع بود که متوجه این تازگی و آغاز جدید شدند از نشانه های آغاز نو تقویم انقلاب بود به این معنا که اعدام پادشاه و اعلام جمهوری تبدیل به مبدع تاریخ شد و این یعنی آغاز نو اما اون چی که هیچ کس در اون تردیدی نداشت این بود که این سیر وقایع به آزادی خواهد رسید همونطور که روبسپیر چهار سال بعد از انقلاب حکومت خودش رو خودکامگی آزادی نامید یا کندرسه گفت واژه انقلاب رو تنها میتوان به انقلابهایی اطلاق کرد که هدفشان آزادی است حالا وقت اون رسیده که به مفهوم آزادی بپردازیم. آرند قبل از اینکه به ریشه و تاریخچه مفهوم انقلاب بپردازه لازم میدونه که دو نکته رو روشن کنه. اول اینکه آزادی با رهایی یکی نیست و دوم اینکه تنها جایی میشه از انقلاب صحبت کرد که احساس نوآوری در پیوند با آزادی وجود داشته باشه. حال اینکه هر دو اینها به چه معناست در ادامه روشن میشه. آرند می نفسه اولا رهایی و آزادی یکی نیستن. سانیا رهایی ممکنه شرط آزادی باشه ولی به هیچ رو خود به خود به آن نمی انجامد. سالسن تصور آزادی که به طور زمینی در رهایی نهفته است می تواند تصوری صرفا منفی باشد و بنابراین رابن حتی قصد رهایی مساوی با تمنای آزادی نیست. آرنت اضافه میکنه این مطالب بدیهی اغلب فراموش میشن چرا که رهایی همیشه بزرگ و عظیم در نظر اومده اما بنیادگذاری آزادی یا لزومی نداشته یا بیفایده دونسته شده اما اگر آزادی همون رهایی نیست پس چی؟ مگه نه اینه که در انقلاب ها رهایی از جور و ستم حاکم مساویس با آزادی یا اصلا آیا آزادی موهبتی طبیعی به انسان یعنی هر انسان به صرف انسان بودنش آزاده و این حکومت ها هستن که آزادی رو از انسان می‌گیرند یا نه آزادی مفهومی جعلی و برساخته انسانه که در جوامع سیاسی و مدنی وجود داره آزادی به عنوان پدیده سیاسی با دولت شهرهای یونانی به وجود اومد و از زمان هرودوت به وضعی تعبیر شد که شهروندان بدون اینکه کسی بر آنها حکومت کند یا فرمان دهد در کنار هم زندگی میکردند به این بیفرمانی ایسونومی یا تصاوی در برابر قانون میگفتند و معادل با آزادی دونسته میشد هرودوت سه شکل عمده حکومت رو اینطور معرفی کرده اول حکومت توسط یک نفر دوم حکومت توسط یک اقلیت و سوم حکومت توسط اکثریت با تعریفی که هرودوت از بیفرمانی ارائه میده در هیچ کدوم از این حکومت ها آزادی وجود نداشته جالب اینجاست که دموکراسی معادل حکومت اکثریت بوده و این مفهوم توسط کسانی وضع شد که با بیفرمانی مخالف بودند از نظر یونانیان باستان دموکراسی شکلی دیگه از فرمانروایی و اتفاقا بدترین نوع اون یعنی فرمانروایی به وسیله عامه مردم بوده این تعریفی که از آزادی شد برابری رو هم در خود داشت به این معنی که در واقع برابری بود که منشأ آزادی شمرده میشد وقتی کسی به کسی فرمان نمیداد و همه مطیع قانون بودند یعنی هم برابر بودند و هم آزاد در روزگار ما برابری در مقابل آزادی قرار گرفته که جلوتر خواهیم گفت چرا اما نکته اینجاست این تلقی از برابری به این معنا نبود که همه انسانها ذاتا با هم برابرند بلکه برعکس یونانیان معتقد بودند که انسانها بر حسب طبیعت برابر نیستند و نیاز به محیطی مصنوعی مثل دولت شهر داشتند که به برکت وجود عرف یا قانون اونها رو با هم برابر کنه. برابری در این معنا فقط زمانی امکان پذیر بود که یک قلم روی سیاسی یا مدنی وجود داشته باشه که انسانها در اون همچون شهروند با هم روبرو بشن و همین امتیاز شهروندی بود که انسانها رو با هم برابر میکرد. یعنی همه شهروند هستند و از حقوق شهروندی برخوردارند. اما میدونیم که در عهد باستان و در دولت شهرهای یونان غیر یونانی ها زن ها و کودکان آزاد چمرده نمی شدند و شهروندان کسانی بودند که صاحب مال و برده بودند یعنی به عبارتی علاوه بر برابری که به واسطه شهروندی ایجاد شده بود تساوی هم برقرار بوده یعنی شهروندان کسانی بودند که هم آزاد بودند هم مرد و هم صاحب مال و منال چنین شرایطی در آمریکا هم وجود داشت میلیون ها برده سیاه در آمریکا شرایطی رو برای مردم و رهبران انقلاب آمریکا فراهم کرده بودند تا بتونن فارغ از کار و زحمت در کتابخونه ها به دنبال شناخت تمدن باستان و بازگشت به روم باستان باشن در این راستا گمان میکنم مطالعه جزوه کوچک در ستایش فراغت برتران روسل جالب باشه مخصوصا جایی که اشاره میکنه که این فراغت اشراف از کار زحمت بوده که به هنر و رشد علوم منتهی شده اما چرا در روزگار ما برابری در مقابل آزادی قرار گرفته؟ با انقلاب فرانسه چیزی دیده شد که تا اون روز از صحنه اجتماع قایب بود یعنی توده هایی که به خاطر فقر و فلاکت قیام کرده بودند این توده ها در انقلاب فرانسه دیده شدند اما در انقلاب آمریکا نه انقلابیان فرانسه معتقد بودند انسان ها برابر به دنیا میان و این نهادهای اجتماعی و سیاسی که باعث ایجاد نابرابری بین انسان ها میشه یعنی دریافتی کاملا برعکس یونانیان باستان از برابری داشتند چرا چون با مشاهده مهاجرنشینان آمریکایی متوجه شدند در نبود طبقه اشراف که طبقه حاکم آن دوران بود فخر هم وجود نداشت و اینطور برداشت کردند که این طبقه حاکم یا به طور کلی حکومته که سبب نابرابری شده در حالی که انسانها برابر و آزاد آفریده شدند این تلقی از برابری با آزادی مغایرت داشت یعنی برابری در اینجا بیشتر به معنای تساویه تساوی از همه جهت هم از جهت مادی و هم از جهت حقوقی انقلابیون فرانسه توجه نداشتند که آزادی و برابری صفات ذاتی انسان ها نبوده و نیستند و به صورت طبیعی رشد نمی کنند بلکه عرفی و مصنوعی هن و ساخته دست انسان به اعتقاد یونانی ها انسان تنها وقتی آزاده که در میان همگنان خود باشه به همین دلیل کسی که فرمان میده آزاد نیست چرا که با فرمان دادن خود را از وجود همگنان محروم میکنه و فضای سیاسی را از بین میبره و در نتیجه آزادی نه برای او وجود خواهد داشت نه کسانی که فرمان میبرند آزادی نیاز به فضای سیاسی داره که مردم بتونن در اون فضا دور هم جمع شده و در مصاحبت با هم خیشتن خیش رو عرضه کنند و در معرض دید و داوری دیگران قرار بگیرند اما انقلابیون فرانسوی تحت تاثیر روسو اعتقاد داشتند که این هیته عمومی نیست که به انسانها آزادی و برابری میده بلکه برعکس همین هیته عمومیه که انسان طبیعی که آزاد و برابره رو برده میکنه وقتی از آزادی مفهوم برابری بیرون نیومد و آزادی به وضعی تعبیر شد که انسان طبیعی از اون برخورداره نه انسانی که شهرونده بنابراین باید برای ساخت جامعه که در اون برابری حاکمه شهروندان از یک سری آزادی های خود دست بردارن تا جامعه دچار هرج و مرج نشده و امکان تحقق برابری وجود داشته باشه اینجاست که مفهوم قرارداد اجتماعی مطرح میشه که در قسمت های بعد به میپردازیم در نتیجه برابری و آزادی در تقابل با هم قرار گرفتن. همونطور که آزادی با رهایی متفاوته برابری هم مساوی با تساوی نیست. جلوتر وقتی به فصل مسئله اجتماعی از همین کتاب میرسیم با تفصیل بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت. در واقع تعریف یونانیان از آزادی و برابری در خود شروع و شوق انقلابی نداره. اون حالت هماسه گونه که در فضای انقلاب موج میزنه و احساساتی که حول مفاهیم آزادی و برابری در فضای انقلابی وجود داره اصلا شبیه به تصوری نیست که یونانیان از آزادی و برابری در سر داشتند. پس کندرسه و مردان انقلاب وقتی میگفتند هدف انقلاب آزادیه چه در سر داشتند؟ آیا آزادی رو به معنای مشارکت در امور همگانی و راه یافتن به هیته عمومی میدونستند یا نه تعبیر نزدیک به رهایی از آزادی داشتند؟ اگه مقصود ما از آزادی رهایی از جور و ستم و به دست آوردن حقوق مدنی یا حق مشارکت در اداره حکومت باشه که اینها ربطی به انقلاب نداشت و از قبل و بدون انقلاب به دست اومده بود انقلاب کاری کرد که این حقوق مدنی که مشتق شده از حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت بود به عنوان حقوق سلب نشدنی بشر شناخته بشن اما همه این حقوق از نتایج رهایی هستند و ماهیتی منفی دارند. پس انقلاب به جای اینکه به دنبال آزادی باشه، میتونست هدف خودش رو رهایی از شر حکومت‌های عنوان کنه که از حدود اختیارات خود عدول کرده و حقوق مسلم و قدیمی مردم رو نقض کرده بودند. آزادی به معنای رفع موانع و اختیار اینکه هر کس هر کاری در چارچوب قانون میتونه انجام بده، یعنی رهایی از شر حکومت هایی که به حقوق اساسی انسان ها تجاوز کردند و این تعریف با تلقی مردمان باستان از آزادی که به معنای مشارکت در امور همگانی و راه یافتن به قلمرو عام بود متفاوته اما اول باید رهایی باشه تا به آزادی برسیم و رهایی یکی از شرط رسیدن به آزادیه مشکل اصلی اینجاست که به سختی میشه تشخیص داد که رهایی تا کجا باید ادامه پیدا کنه تا به خلاصی از جور و ستم برسه و کجا آزادی به عنوان شیوه ی حیات سیاسی و مدنی آغاز میشه مثلا در مورد حکومت پادشاهی شاید بشه بدون تغییر نوع حکومت به رهایی از جور و ستم رسید مثل جنبش مشروطه ایران ولی برای رسیدن به آزادی باید سراغ شکل دیگه از حکومت یعنی جمهوری رفت اینکه افراد درگیر در انقلاب فرانسه و آمریکا نتونستند تمایز روشنی بین آزادی و رهایی بگذارند چیز عجیبی نبود چون این نسل از انقلابیون در حال تجربه چیزی بودند که تا به حال به تجربه در نیامده بود این نسل با رهایی به هیته عمومی کشیده شدند و بیشتر از روی تصادف فضایی به وجود آوردند که به زمان آرن آزادی در آن فضا توانست جذبه و زیبایی خود را بنمایاند و واقعیتی مرئی و ملموس شود اما نمیشد انتظار داشت که این مردان انقلاب آگاهی کاملی از این پدیده ای نو داشته باشند و مهمتر از همه اینکه اعتراف کنند از اون چه انجام میدن لذت میبرند آرنت مینویسه نخستین ادعای انقلاب آمریکا این بود که اگر حق انتخاب نماینده نباشد حق وصول مالیات نیست قطع نظر از قدر و ارزش این ادعا مسلمان مقبولیت آن مرهون زیباییش نبود اما وقتی کار به مرحله نطخ و خطابه و تصمیم و عمل و فکر و بحث و اقدام رسید که لازمه حصول نتیجه منطقی از آن ادعا و شرط تأسیس حکومتی مستقل و بنیاد نهادن سازمان سیاسی جدید برای جامعه بود قضیه به کلی فرق کرد. پس از این تجربه ها کسانی که به قول جان آدامز بدون توقع دعوت شدند و بدون تمایل قبلی ناگزیر گشتند کشف کردند که لذت در عمل است نه در سکون این تجربه آزادی که در یونان و روم باستان وجود داشت برای مردمی که بعد از سقوط امپراتوری روم تا ظهور عصر مدرن زندگی می‌کردند جدید بود این تجربه جدید قدرت نوآوری انسان رو هم آشکار میکرد و از همینجا بود که حول انقلاب های آمریکا و فرانسه عاطفه و احساس شدیدی شکل گرفت به طوری که ادعا شد در سرتاسر سر تاریخ بشر واقعی مهمتر و عظیمتر از انقلاب رخ نداده است این عاطفه و احساس شدید رو نمیشه صرفا با دستیابی به حقوق مدنی توجیه کرد یا تقلیل داد پس فقط جایی که این احساس نوآوری وجود داشته باشه و نوآوری هم با مفهوم آزادی پیوند داشته باشه حق داریم از انقلاب صحبت کنیم وقتی دگرگونی به معنای آغازی تازه باشه و خشونت برای تشکیل حکومتی به کار بره که به شکلی نو و با ایجاد سازمان سیاسی جدید بر جامعه قصد رهایی از ستمگری و استقرار آزادی رو داشته باشه اون وقت میتونیم بگیم که این انقلابه سایر دگرگونی ها و خشونت هایی که این دو خصیصه رو ندارند، انقلاب نیستند یا کودتا هستند یا شورش یا جنگ داخلی یا به بیان دیگه و از زبان خود آرند هدف توقیان رهایی است و قایت انقلاب بنیادگذاری آزادی تا اینجای کار تا حدودی فهمیدیم که فرق بین کودتا، شورش و جنگ داخلی با انقلاب چیه. اما برای اینکه تمایز دقیقتری بگذاریم، باید بدونیم انقلاب از چه زمانی وارد تاریخ شد. باید ببینیم از چه زمانی این کلمه و در چه شرایطی به کار گرفته شده و معنایی به خودش گرفته که امروز میفهمیم. به عبارت دیگه انسان از چه زمانی بین انقلاب و شورش موفق یا انقلاب و کودتا فرق گذاشت و چرا به چنین جنبش هایی اسم انقلاب داد آرن در جستجوی خودش انتظار داره که رد انقلاب رو در دوران رنسانس و خصوصا در آثار ماکیاولی پیدا کنه اما لفظ انقلاب در این دوره به معنایی که امروز مد نظر ماست یافت نمیشه به زمارن ماکیاولی با اینکه لفظ انقلاب رو برای سرنگونی قهرامیز فرمانروایان و حکومت ها به کار نمیبره اما پدر معنوی انقلابه. اون چی که برای آرن اهمیت داره اینه که ماکیاولی برای اولین بار قلمرو روی دنیوی دنیاوی و عرفی رو معرفی کرد که اصول، قوانین و میارهای اخلاقی اون وابسته به تعالیم دینی نبودند. ماکیاولی به کسایی که میخواستن وارد سیاست بشن توصیه میکرد که ابتدا یاد بگیرند چطور خوب نباشند یا به عبارت دیگه یاد بگیرند که در سیاست از دستورهای دین مسیحیت تبعیت نکنند. دو نکته در بینش ماکیاولی های اهمیته. اول که ماکیاولی برای احیای روح و نهادهای روم باستان تلاش کرد که بعدها مورد تقلید انقلابیون فرانسوی و آمریکایی قرار گرفت. و دومی پافشاری ماکیاولی بر نقش خشونت در عالم سیاست بود همونطور که اشاره شد در تاریخ بشر آغاز نو همواره با خشونت همراه بوده و یک آغاز نو یا بنیادگذاری جدید نیازمند قانونگذاری یا ایجاد مرجع جدید بود مرجع جدید میبایست جای مرجعیت قبلی که دین بود رو پر کنه و به نظر ماکیاولی این کار بدون خشونت امکان پذیر نبود اما تناقض اینجا بود که نمیشد قوانینی انسانی که بر مبنای کسرت بود رو جایگزین قوانین مطلق خداوند کرد یعنی قوانینی که بشر وضع میکنه به هیچ عنوان نمیتونن مطلق باشن بلکه در هر زمان میشه اونها رو تغییر داد این تناقض بعدتر و در عمل انقلابیون رو دچار مشکل کرد مسئله که در جنبش مشروطه ما هم بسیار مهم بود و هنوز هم حل نشده همون بحث مشروطه مشروعه یا دعوا بر سر اینکه مرجعیت قانون باید از خدا باشه یا انسان. بحث مرجعیت بحث دامنه که در فصل پنجم همین کتاب به اون پرداخته شده و ما در قسمت چهارم همین مجموعه به اون میرسیم. در دوران رنسانس برای تعریف جنبش های شبیه انقلاب از اصطلاحاتی مثل تقیان و شورش استفاده میشد که به معنای رهایی یا استقرار نوعی آزادی جدید نبود رهایی به عنوان یک مفهوم انقلابی به این معنا بود که همه فقرا و فرودستان که همباره در گمنامی و زیر یوغ ستمگران زیسته بودند اکنون باید به حاکمیت مطلق برسند ممکن مشابه چنین شورش هایی رو در گذشته پیدا کنیم مثلا ما ایرانی ها مثال کاوه آهنگر رو داریم که علیه زهاک پادشاه ستمگر مار قیام کرد اما باید توجه کرد که در گذشته اکثریت مردم از برده ها و بیگانگان تشکیل شده بودند و شورش برده ها مثل شورش اسپارتاگوس شورش مردم محسوب نمی شد چون اساسا اینها جز مردم به شمار نمی رفتن. برابری به این معنا که هر کس به واسطه انسان بودنش با دیگران برابره و برابر متولد میشه تا قبل از عصر مدرن هرگز شناخته شده نبود. با اینکه شورش و تقیان مشروع علیه مراجع مستقر در قرون وسطا به رسمیت شناخته شده بود اما هدف از این شورش و تقیان این بود که دیگری رو به جای فردا حاکم بنشونند نه اینکه کل ساختار رو زیر سوال ببرند کاوه آهنگر هم مدعی سلطنت نشد بلکه راه رو برای پادشاهی فریدون باز کرد به عبارت دیگه مردم حق داشتن تصمیم بگیرن چه کسی نباید بر آنها حکومت بکنه اما این حق رو نداشتن که تصمیم بگیرن چه کسی باید فرمان روا باشه یا مردم حق نداشتن که بر خود حکومت کنند یا کسی از میان خودشون رو برای حکومت انتخاب کنند. اگه هم جنگجویانی از طبقات فرودست جامعه به قدرت می رسیدن، این رسیدن به قدرت معلول امتیازاتی بود که اونها را از عامه مردم جدا می کرد. مردم نمی حاکم باشن چون برای حاکم بودن در عصر باستان باید حاکم به دنیا می اومدن. یا به عبارت دقیقتر آزاد به دنیا اومده باشند یا در عصر فودالیته عضوی از خانواده اشراف می بودن. وقتی انقلابیون فرانسوی برابری و آزادی رو حق طبیعی همه انسان ها دونستند در واقع سعی داشتند امتیازی که سابق بر این فقط به اشراف تعلق داشت به همه مردم بدن. اما ریشه کلمه انقلاب یا رولوشن به نجوم برمیگرده که اشاره داره به حرکت دوری قانونمند و منظم ستارگان مثل انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی که شروع زمستان و تابستان رو مشخص میکنه و ربطی به آغازی نو و بنیادگذاری نداره. یعنی روندی که همیشه اتفاق میفته خارج از نفوذ انسانها و ایستادگی ناپذیره و تنها شکلها عوض میشن و چیز جدیدی به وجود نمیاد. در نتیجه تازگی و خشونت از ویژگی های این واژه به شمار نمیرفت. انقلاب در اولین کاربردهاش در علوم سیاسی به معنای بازگشت به نظم اولی است. واژه انقلاب در این معنا در قرن 17 هم به کار رفت. آرند برای مثال به دو نمونه از تاریخ انگلستان ارجاع میده که در هر دوبار انقلاب وقتی به کار رفت که دوباره پادشاهی برقرار شد. حتی انقلابیون آمریکایی و فرانسوی هم از انقلاب همون معنای بازگشت یا بازگردانی رو مد نظر داشتند. بازگردانی نظام دیرین که در اثر خودکامگی پادشاه فرانسه یا سوء استفاده حکومت انگلستان در مهاجرنشینها ها به هم خورده بود. اما رفته رفته در کوران انقلاب متوجه شدند که بازگشت ممکن نیست و باید به کار جدید دست زد و از اینجا بود که انقلاب معنای امروزی خودش رو پیدا کرد معنایی که در ذات خودش مفهوم ایستادگی ناپذیری رو هم تدایی میکرد یعنی قدرت بشر قادر به متوقف ساختن اون نیست و غیر قابل برگشته آرن میگه معنا و دریافت ایستادگی ناپذیری از انقلاب اول بار پس از سقوط باستیل و شروع انقلاب فرانسه به کار رفت. به این معنا که متوقف کردن این حرکت دیگه در ید قدرت هیچ بشری نیست. اما چه چیزی باعث شد که سقوط باستیل امری برگشت ناپذیر به نظر برسه؟ آرن میگه این خلق انبوه که برای نخستین بار در روشنایی روز نمایان میشد در واقع همان جماعت تنگدستان و ستمدیدگان بود که در سراسر قرنهای گذشته در تاریکی و سرفکندگی از دیده پنهان میگشت. آنچه از آن هنگام تا کنون برگشت ناپذیر بوده است و در آن زمان نیز فورا به وسیله عاملان و شاهدان انقلاب به این خاصیت شناخته شد این بود که قلم روی همگانی که تا جایی که به یاد می آمد همیشه اختصاص به کسانی داشت که آزاد بودند یعنی آزاد از استراو و دقدقه ی ضروریات زندگی و خاجات تن باید اکنون به این اکثریت عظیم که زیر مهمیز نیازهای روزانه به این سو و سو رانده میشدند و بدین سبب آزاد نبودند نور و فضا ارزه کند و همین برداشت از انقلاب بود که ترکیباتی مثل سیل انقلاب جریان انقلاب و طوفان انقلاب رو معنادار کرد ترکیباتی که با خودش ایستادگی ناپذیری رو منتقل میکرد این تلقی از مفهوم انقلاب بیش از هر چیز در مورد انقلابیونی ست می که تحت تاثیر نیروی فراتبی به جاهایی کشیده می شدن که فکرش را هم نمی کردن و از ابتدا قصدش را هم نداشتند. بازیگران انقلاب فرانسه با اینکه آزاد بودند اما واقعا خودشون را آزاد نمی دونستن. اینکه بازیگران انقلاب فرانسه به این دیدگاه رسیده بودند که نمی تونن سیر رویدادها را رو مهار کنند و انقلاب چون سیلی بنیان کند همه رو با خود خواهد برد و هیچ کس توان ایستادگی در برابر انقلاب رو نخواهد داشت تعریف دیگه از عجز انسان از تسلط بر اعمال خود بود چیزی که در انقلاب آمریکا کاملا برعکس بود و وقتی بحث بر سر حکومت شد احساس تسلط بر سرنوشت در سینه بازیگران انقلاب موج میزد این نیروی ناشناختی که انقلابیان فرانسه رو به جلو میروند یا تصور میشد که چنینه بعدها نیروی تاریخ یا ضرورت تاریخی نامیده شد نیرویی که نه با تقیان می از دست او نجات پیدا کرد نه با فرار و همین نیرو بود که بعدتر به مفهوم جدید تاریخ در فلسفه هگل تبدیل شد و فلسفه تاریخ به وجود اومد بر طبق این فلسفه کسایی که درگیر وقایع بودند نمیتونستند بفهمند که چه چیزی در حال رخ دادنه تنها ناظری که بعدتر شاهد وقایع بود و میتونست نقش عوامل گوناگون رو تشخیص بده میتونست بفهمه چه اتفاقی افتاده از نظر آرن در فلسفه تاریخ مقالطه ای نسبتا ساده نهفته است این مقالطه به این شکل بود که فلسفه تاریخ مدعی بود که میشه کل قلمرو عمل انسان رو فهمید به این شرط که از دید ناظری بیرونی به وقایع نگاه کنیم این ادعا از اونجا ناشی میشه که نتیجه عمل انسان تنها وقتی که اون عمل به پایان رسیده باشه خودش رو نشون میده مثلا شاید هیچ کس فکرش رو نمی کرد عین که با اقداماتش آتش انقلاب مشروطه رو تون کرد و نمادی بود از استبداد قاجارها بعد از استبداد صغیر و فتح تهران دوباره به صدر اعظم برسه اینکه چرا در اون دوران این اتفاق افتاد رو امروز با دقت بیشتری میشه فهمید چون نتیجه عمل اونها تا حدودی به اتمام رسیده اما در اون دوران قابل فهم نبود یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که ما در بازخانی تاریخ وقایع رو طوری میبینیم که گویی هیچ راه دیگه وجود نداشته یا به عبارتی ما جبرگرایی رو در تاریخ احساس میکنیم انگار که جز این که اتفاق افتاده امکان دیگه وجود نداشت اما این امکانها وجود داشتن من در اپیزود کلونل پسیان و همچنین اپیزودهای پیرامون مصدق تا حدودی سعی کردم نشون بدم که امکانهای دیگه هم وجود داشتن. یا اگه به مثال قبل برگردیم امکان داشت که به جای این و کس دیگه ای بر سر کار بیاد که منافع کشور رو در اون دوران تأمین کنه و باعث ناامیدی مبارزان مشروطه نشه. اگه سعی کنیم در انقلابهای بعدی از همون وقایعی پیروی کنیم که در انقلاب قبلی رخ دادن کاری که در سراسر عالم با اقتباس از انقلاب فرانسه شد یعنی پذیرفتیم که ما و عمل ما هیچ نقشی در سلسله رویدادها ندارند و اختیار و کنترل ما در دست نیروی مرموزه که در فلسفه هگل تاریخ نامیده شده و امروزه با تئوری های توهم توته بیان میشه درسی که انقلاب فرانسه داد همون ضرورت تاریخی بود به عبارتی این درس که افراد درگیر در وقایع نمیدونن چه میکنن و اختیاری از خود ندارن در واقع همون تاریخ و ضرورت تاریخی که اونها رو به حرکت با میداره پس همه کسایی که بعدتر در مسیر انقلاب فرانسه پا گذاشتن خود رو عامل تاریخ و ضرورت تاریخی میدیدن در نتیجه ضرورت تاریخی جای آزادی رو در انقلاب گرفت به زمارن انقلابی که جهان را به آتش کشید انقلاب فرانسه بود نه انقلاب آمریکا و تلقی های ما از انقلاب بیشتر نشد گرفته از انقلاب فرانسه است حتی متفکران آمریکایی هم بعدتر سعی کردند که انقلاب آمریکا رو در پرتو انقلاب فرانسه درک کنند اما حقیقت غم این است که انقلاب فرانسه به فاجعه انجامید اما تاریخ جهان را به وجود آورد حال که انقلاب آمریکا پیروز و کامیاب شد ولی اهمیت آن هرگز از اهمیت یک رویداد محلی تجاوز نکرده است از انقلاب فرانسه به این طرف معمول بوده که هر جنبشی که شبیه انقلاب بوده رو ادامه انقلاب فرانسه بدونند مثل جنبش هایی که در سالهای 1830, 1832, 1848, 1851 و 1871 رخ دادند. حتی نزدیک به انتهای جنگ جهانی دوم بسیاری از مبارزان مقاومت فرانسه انتظار داشتند که به آرمانهای انقلاب 1789 برگردند و حتی در منشوری که توسط گروه های مبارز برای آزادسازی فرانسه تهیه شده بود از تصرف باستیل به عنوان نقطه شروع حرکت که کپی شده از انقلاب 1789 بود نام برده شده بود. حالا آره نه تنها بین انقلاب فرانسه و جنبش هایی که بعدتر در فرانسه روی دادن این پیوستگی رو میدید بلکه معتقد بود بین انقلاب فرانسه و انقلاب بولشویکی هم چنین ارتباطی وجود داره. به زم آرند انقلاب بلشویکی الهام گرفته از انقلاب فرانسه بود و انقلاب روسیه ضرورت تاریخی رو قدرتمندتر از پیش کرد. مردان انقلاب روسیه مسیری که انقلاب باید در پیش می گرفت رو از قبل می دونستن. چون اون چه از انقلاب فرانسه یاد گرفته بودن تاریخ بود نه اینکه چطور باید عمل کرد و هر نقشی که تاریخ به اونها محول میکرد کرد رو بازی می کردن. حتی اگه نقش بدذات نمایشنامه انقلاب باشه. انقلاب فرانسه در آغاز سرشار از امید و آرزو بود اما رفته رفته منجر به ناامیدی و یأس شد اونچه که خواست انقلابیون بود و اون همه امید و آرزو که برای آینده انسان داشتن رفته رفته در کوران حوادث بر باد رفت روندی که انقلاب فرانسه طی کرد روندی از پیش تعیین شده نبود بلکه روندی بود که برای اولین بار رخ میداد و کسانی که این روندها رو پی گرفتند دقیقا نمیدونستند چه میکنند اما برعکس مردان انقلاب روسیه دقیقا میدونستند که چه میکنند از نظر اونها انقلاب یک شکل بیشتر نداشت و اون انقلاب فرانسه با همه فراز و فرودهاش بود همونطور که در اپیزود دولت و انقلاب در ایران گفتم الگوی کلاسیک انقلاب فرانسه چهار مرحله داره مرحله اول حکومت میان روهاست یعنی با فروپاشی رژیم قدیم میان روها که عمدتا از طبقات بالا هستند قدرت رو به دست میگیرند میان به انقلاب سیاسی قانع و قصد ندارند ساختار قدرت رژیم سابق رو دگرگون کنند. اونها که از حمایت توده ها برخوردار نیستند توسط تندروها که توانایی بسیج مردمی رو دارند کنار زده میشن که به مرحله دوم انقلاب یعنی پیروزی تندروها منجر میشه با انحصار قدرت در دست تندروها مرحله سوم انقلاب یعنی دوران ترور و فضیلت آغاز میشه و در نهایت انقلاب در یک ترمیدور که همون نهادینه شدن انقلاب و انتقال قدرت به طبقه یا گروه جدیده خاتمه پیدا میکنه این الگو به الگوی اکثر انقلابهایی که بعد از انقلاب فرانسه رخ دادن تبدیل شد و مردان انقلاب خود رو ملزم دیدن که در همین چارچوب دست به عمل بزنند این الگو همون ضرورت تاریخی که آرنت به اون اشاره میکنه آرن تعریف جالبی از ضرورت تاریخی به دست میده و ضرورت تاریخی رو مساوی با فقر یا استرار نهفته در فرایند زیست انسان میگیره. فقری که به زمه او حالت احتیاج دائم و بدبختی حاد است. فقری که پستی و خاری می آورد چون تن آدمی را حاکم بر او قرار می و در نتیجه ضرورت را حاکم بر انسان می کند. این ضرورت منجر به جامعه تودهی یا جامعه حیوان زحمت کش می شه و آرن نشون میده که برای پیدا کردن ریشه های جامعه امروزی ما و البته جوامع توتالیتر باید به انقلاب های صده 18 هم رجوع کنیم. این ضرورت به جای آزادی در انقلاب فرانسه نشست و همین ضرورت یا نیازهای فوری انسان بود که دوره وحشت رو به وجود آورد و انقلاب رو نابود کرد چرا که آزادی جای خود رو به رفاه و خوشبختی مردم داده بود نیم قرن باید میگذشت و مارکس این ضرورت رو صورت بندی کنه و نشون بده که فقر میتونه یک نیروی سیاسی طرز اول باشه و هدف انقلاب به جای آزادی باید رفع ضرورتها و ایجاد رفاه باشه یعنی هدف انقلاب باید برابری باشه نه آزادی چون مردم فقیر بیش از اون که با آزادی نیاز داشته باشند به رفع فقر نیاز داشتند این برداشت مارکس از انقلاب فرانسه تاثیر عظیم و غیرقابل انکاری بر روند انقلاب ها گذاشت مارکس در فلسفه خود این ضرورت تاریخی رو صورت بندی کرد ضرورتی که مسئله اجتماعی نامیده شد و مارکس عدم توجه به اون رو علت شکست انقلاب فرانسه در دستیابی به آزادی معرفی کرد چرا چون مردمان فقیر که در قید و بند ضروریات زندگی هستند به آزادی فکر نمی‌کنند یا به عبارت دیگه آزادی و فقر بر ضد پس اگه قرار باشه فقر به جای نابود کردن انقلاب عامل انقلاب باشه باید شرایط اقتصادی به عوامل سیاسی تبدیل بشن یعنی از فقر باید یک نتیجه سیاسی گرفت و این نتیجه سیاسی اینه اکثریت مردم توسط عده قلیلی که طبقه حاکم نامیده میشن استثمار شدن و فقر اکثریت مردم زیر سر این طبقه حاکمه که ابزار خشونت رو هم در اختیار دارن اما به زمارن این فرضیه مارکس فاقد ارزش تاریخی بود چرا که به مراحل ابتدایی سرمایهداری دلالت داشت که اکثریت از مالکیت خصوصی بی بهره بودند اما دلیل مقبولیت این فرضیه نه ارزش اون از لحاظ علمی بلکه انقلابی بودن اونه فرضیه مارکس برای فقرا دستاویزی شد تا با اون به نبرد با طبقه حاکم بپردازند چون دیگه معتقد نبودن که فقر از کمبود یا قحطی میاد بلکه معتقد بودن که دلیل فقر اونها سیاسیه یعنی از سوی طبقه حاکم و با خشونت به اونها تحمیل شده تاکید بسیار زیاد مارکس بر اقتصاد و رفع ضرورت حیات باعث تقویت این دیدگاه شد که هیچ خیری بالاتر از زندگی کردن نیست در نتیجه انقلاب حتی نقش خودش رو در مقابله با ظلم و ستم رو هم از دست داد و هدف انقلاب شد وفور نعمت و امکان زیست جامعه. پس تا وقتی ضرورت بر انسان حاکمه نباید از آزادی دم زد و این اتفاقی بود که هم در زمان روبسپیر رو افتاد و هم زمان لنین. اونها به این نتیجه رسیده بودند که مردمی ناکارآمد در کشوری عقب مانده نمیتونن با آزادی سیاسی بر فقر غلبه کنن یا نمیتونن همزمان هم بر فقر غلبه کنن و هم آزادی رو بنیان کنن پس آزادی باید قربانی رفع ضرورت ها میشد یا آزادی باید قربانی میشد تا مردم خوشبخت و برخوردار بشن آرند با اشاره به سخنانی از لنین موضوع رو روشنتر میکنه آرند می یک بار هنگامی که از او خواستند ماهیت و هدفهای انقلاب اکتبر را در یک جمله خلاصه کند پاسخ داد برق رسانی به اضافه شوراها این جواب عجیب نخست به لحاظ آنچه از آن شده شاید هست شده شایان توجه است یعنی نقش حزب از یک سو و ساختن سوسیالیسم از سوی دیگر در عوض اقتصاد و سیاست به طرزی کاملا غیر مارکسیستی از هم مجزا گشتند به عبارت دیگر لنین به طور زمینی میگوید که سوسیالیزه کردن و سوسیالیسم چاره فقر نیست بلکه باید با استفاده از وسایل فنی راه حلی برای آن یافت اما وقتی لنین فهمید که فقط حزب بلشویکه که میتونه هم برق و هم شوراها رو ممکن کنه امکاناتی را که برای توسعه اقتصادی منطقی و معقول و غیر ایدئولوژیک کشور و استعدادی را که در نهادهای جدید برای برقرار ساختن آزادی وجود داشت رها کرد و بدین سان سابقه ای برای تحولات بعدی به وجود آورد که حزب و دستگاه حزبی صاحب قدرت مطلق بشود بدین سبب نهاد جدید آزادی یعنی شوراها را فدای حزب کرد اما استدلال و انگیزش در این کار منطبق با همون سنتی بود که به نامرادی غمانگیز انقلاب فرانسه انجامید امیدوارم تا اینجای کار متوجه شده باشید که آرن داره چه میکنه. آرن سعی داره انقلاب رو بفهمه. برای همین ابتدا سراغ تاریخ میره تا ببینه انقلابی که ما امروز درک میکنیم از کی و از کجا وارد اندیشه ما شده. آرن در بررسی تاریخی خود به انقلاب فرانسه و آمریکا میرسه و ادعا میکنه که با انقلاب فرانسه و آمریکا بود که واژه انقلاب به معنایی که امروز میشناسیم وارد واژگان سیاسی ما شده. آرن یک ادعای دیگه هم داره اینکه انقلاب فرانسه برخلاف انقلاب آمریکا شکست خورد چرا که نتونست با آزادی که هدف اصلی انقلاب بود دست پیدا کنه او برای این ادعا دلایلی داره که در فصل دوم به بعد به تفصیل درباره اونها صحبت میکنه آرند به این باور رسیده بود که توتالیتاریسم قرن بیستم ریشه در انقلاب فرانسه داشت چرا که انقلاب فرانسه از طریق مفهومی به نام ضرورت تاریخی باعث ایجاد فلسفه تاریخ شد که در بینش مارکس با اوج رسید حتی میشه این ادعا رو مطرح کرد که جنبش های سوسیالیستی قرن 19 ریشه در انقلاب فرانسه داشتند هرچند که پیرامون این ادعا باید بررسی بیشتری صورت بگیره دست کم میشه گفت بنیانگذاران سوسیالیسم فرانسوی یعنی سن سیمون و شارفوریه معاصر با, با انقلاب فرانسه زندگی میکردند سوالاتی مثل این که چرا سوسیالیسم در اروپا قدرت گرفت اما در آمریکا نه و چرا توتالیتاریسم در اروپا به وجود اومد اما در آمریکا نه رو تا حدودی میشه با انقلاب فرانسه فهمید. میدونیم که در نظر آرند توتالیتاریسم بدترین نوع حکومت بود، چرا که اساسا انسانی نبود. وقتی ریشه این حکومت در انقلاب فرانسه است و این انقلاب به نظر آرن شکست خورده پس میشه نتیجه گرفت جمهوری که نتیجه انقلاب پیروز آمریکا بود میتونه بدیلی برای توتالیتاریسم باشه. مسائلی که اینجا مطرح میشن اینان. آیا منظور آرند از جمهوری حکومت دموکراسی لیبرال بود؟ آیا به دموکراسی لیبرال به عنوان حکومتی که میتونه جلوی توتالیتاریسم رو بگیره باور داشت؟ یا اینکه آیا سیاست مدنظر آرند اساسا باید در امور اجتماعی مداخله میکرد یا نه؟ من فعلا ترجیح میدم سراغ این سوالات نرم و پاسخ به این سوالات رو موکول کنم به اپیزودهای بعدی چون در حین این بررسی خود به خود خیلی از این سوالات یا پاسخ داده میشن یا ابعاد اونها روشن خواهد شد به پایان اپیزود دوم از پنجگانه انقلاب رسیدیم در قسمت بعد که به زودی منتشر خواهد شد ادامه این مباحث را از همینجا پی میگیریم در پایان از همه دوستانی که در ساخت این قسمت به من کمک کردند تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه دوستانی که با پیام های پرمهرشون و حمایت مالی از پادکست به تداوم کار این پادکست کمک کرده و میکنن